سوم دیماه ماه 1395 خورشیدی و 23 دسامبر 2016 میلادی برنامه صفحه آخر امشب اختصاص دارد به آه... کشته شدن کسی که گفته می شود محمد رضا کلاهی سمدی است عامل انفجار هفته تیر که حدود 80 نفر از سران جمهوری اسلامی در اون حادثه تروریستی کشته شدند پرده آخر هم آخر برمونه دو پرونده مهمی که 35 سال مسکوت مونده شاید مهمترین پرونده عملیات تروریستی در جمهوری اسلامی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی هفتم تیر ماه 1360 و انفجار دفتر نخست وزیری هشتم شهری بر ماه 1360 درست دو ماه بعدش اول میپردازیم به اولیش شفاف نیوز شفاف نیوز خبرگزاری بیشتر امنیتی مال آقای قالیباف هفت تیر 92 ببینید این عکسو منتشر کرد و نوشت بریده روزنامه اطلاعات و درخواست از مردم برای شناسایی عامل انفجار هفته تیر 60 که محمد کلاهی صمدی دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت ایران بود و پس از نفوذ در حزب جمهوری اسلامی و کار گذاشتن بم در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و بیش از هفتاد تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از ایران گریخت حالا در 29 آذر 1395 همین چند روز میشه سردبیر سابق شفاف نیوز آقای سید مهدی دسفولی روی یک پست فیسبوکی نوشت محمد رضا کلاهی سمدی سال قبل در هلند توسط نیروهای امنیتی ایران ترور شد خبرش رسما منتشر نشد اما وزیر اطلاعات ایران حجت الاسلام والمسلمین علوی در همایشی در شرق تهران قبل از انتخابات مجلس پارسال یعنی 1394 این خبر رو اعلام کرد ولی بعد ای نداشت و دهان به دهان نقل شد فقط کلاهی سالها بود تحت نظر بود و آخر در تور امنیتی افتاد و معدوم شد گزینه های دیگر همانند مسعود کشمیری و محمود فخارزاده و جواد قدیری و سه تا نقطه هم تحت تعقیب هستند و خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست اما اینکه چرا معدوم شدن کلاهی توسط نظام اعلام رسمی نشد تنها به این دلیل بود که یک عنصر خائن با بعد رسانه ای یک شب... با بعد رسانه ای یک شبه دوباره مطرح و زنده نشود و جنجال به پا نکند قرار بود به سزای خیانت 35 سال پیش خود برسد که رسید و تمام فقط ای کاش آنقدر که افسرده شده بود و پشیمان از کاری که در هفته تیر سال 60 کرده بود کمی توبه هم میکرد این نوشته رو آقای دسپولی زیر پست فیسبوک آقای مرتزا صادقی گذاشته است مرتزا صادقی که از فعالان سیاسی ایرانی است در هلند که در فیسبوک خودشون در 15 دسامبر امسال یعنی چند روز بی درستی رو هفته پیش نوشتند سال گذشته در چنین روزی است شنبه 15 دسامبر 2015 میلادی محمد رضا صمدی کلاهی نمیدونم که آیا فیسبوک آقای صادقی رو داریم باید قاعدتا داشته باشیم که نشون بدیم این چیزی رو که من دارم میخونم دقیقا سندی من ندارم برای نشون دادن جز همین هایی که دارین میبینین سال گذشته در چون این روزی سشنبه پانزده دسامبر 2015 میلادی محمد رضا سمدی کلاهی که حدود 23 سال بود با نام علی معتمد در هلند زندگی میکرد در ساعت 6 و 50 دقیقه صبح در مقابل درب منزلش در خیابان هنریک مارمانسترات امیدوارم درست خونده باشم در شهر آلمیره هلند مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در عصر همان روز در بیمارستان جان داد علیرغم اینکه واقعی کشته شدن یک مرد 56 ساله در شهر آلمیره هلند در بخش جنایی یکی از شبکه‌های هلند تلویزیون پخش شد و پس از چند روز اعلام شد که ارزیابی هلند از این مرگ یک تصویح حساب بوده اما تا حدود یک سال نام ثبت شده محمد رضا کلاهی یعنی علی معتمد نیز پنهان نگه داشته می شود به نحوی که نه در دفتر ثبت انباد نام او ثبت شده بود و نه در قبرستان بر روی قبر او هیچ اثر هویتی وجود داشت جالب اینجاست که در گلفروشی های اطراف هم تنها با عبارت مرد با نام ناشناخته مواجه می شدی و البته اگر پرسه می زدی سرکله پلیس هم پیدا می شد. باری برای اولین بار یک برنامه بررسی به قتل رسیده ها برنامه تلویزیونی در اول نوامبر همین سال سال 2016 یعنی آبان 95 میشه نمیدونم چندم چندم آبان 95 عنوان کرد که فرد کشته شده علی معتمد نام داشته است به آنچه که من دارم عرض میکنم اینه که اینا رو خوندم که بهتون گفته باشم که بر طبق گفته های آقای و نوشته فیسبوکی آقای صادقی میخوام یه جنبندی بکنم ذهن ساده من این اینقدر پیچیدگی رو بر نمیتابه میخوام برای خودم ساده کنم شاید برای شما ساده بشه که یک آقای در پونزده دسامبر یعنی یک سال و یک هفته پیش از الان که حساب بکنید پارسال در شهری در هلند با شلیک سه تا گوله کشته میشه این آقا رو پلیس و بقیه به عنوان آدم بینام معرفیش میکنن تا چند روز پیش تا اول نوامبر یعنی میشود درست یک ماه و 20 روز پیش یک ماه و سه هفته پیش یک شبکه تلویزیونی به اسم ندرلند وان و میاد برنامه رو که مربوط است برنامهش به, به قتل رسیده ها میاد این پرونده رو مطرح میکنه همون تصویری که دیدین از اون برنامه که عکسی که خودش ارائه میده در پشت سر مجری برنامه بود در تلویزیون هلند عکس جدیدی از اون کسی که به قتل رسیده رو ارائه میده و میگه که این فرد اسمش آقای علی معتمد بوده است و کشته شده همین عکسی که داریم میبینیم خب بعد از چند روز که میشود پانزده همه دسامبر یعنی میشود همین حدود یه هفته پیش درست سالگرد به گلول بستن است که گفته میشود علی, علی معتمده همون عکسی که دیدین در سالگرد کشته شدن او که میشود چند روز پیش آقای مرتزا صادقی که ایشون از فعالان سیاسی شناخته شده در هلند هستند آدم معتبری هستند در بین ایرانی ها. و به دلیل مشغلهشون آشنا به مسائل حفاظتی و امنیتی هم هستند ایشون یک پست فیسبوکی میذارن روی صفحه فیسبوکش که من براتون خوندم که می که من دنبال این قضیه بودم و یعنی ایشون و این آدم همون مرتضا سمدی کلاهی است که متهم است به بمبگذاری در بله حزب جو دفتر حزب جمهوری اسلامی و رو بردن بهشتی و 72 دو تن معروف شدن ولی مثل اینکه بیش از 80 نفر کشته شدن در اون از مقامات جمهوری اسلامی ایران در خدمت آقای صادقی هستیم در هلند آقای صادقی تصویر و صداتون هنوز بله درود بر شما خب خوش آمدید به برنامه شب صفحه آخر آی صادقی چه شد که شما اصلا رفتین دنبال این قضیه و چرا شما رفتین دنبال این قضیه چرا انقدر چسبیدین به این موضوع و از کی خواهش میکنم سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان برنامه در ابتدا لازم میدونم تولد عیسی مسیح کریسمس و سال نو رو به تمام کسانی که این اعیاد رو گرامی میدارند به ویژه مسیحیان هموطن تبریک بگن فعالین سیاسی و نیرویی که نیروی مخالف هست ناراضی هست در خارج از کشور یکی از کارهایی که در این سالها بر عهدهش بوده مراقبت از خودش و از اونچه که در پیرامونش میگذره هست طبیعتا من و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم وقتی یک ایرانی بر اساس یک حادثه ای از بین میره خب یک کنترل اولیه ای صورت میگیره که دلیل فوت شدن این شخص چه بود در همان روزهای ابتدایی که این جناب علی معتمد در شهر آلمیره کشته شد خب تلویزیون اعلام کرد که یک مرد 56 ساله در هلند کشته شده است این از این اتفاقات زیاد میفته و خب تلویزیون هم میگه یک راپورت یکی دو دقیقه در موردش پخش میکنه پس از مدتی اگر اشتباه نکنم در اوایل فوریه بود که من متوجه شدم فرد کشته شده یک ایرانی بوده است طبیعتا با توجه به این که ایرانی بود و موضوعاتی که قتل درش هست یا تهدید فعالین سیاسی من جمله من اون رو کم و بیش یک سرکی توش میکشیم رفتم دنبالش که ببینم این شخص فوت شده که هست وقتی که وارد قضیه شدم متوجه شدم که درها بسته است یعنی چه؟ یعنی شما تو همون خیابون مارشمان که توی آلمیره میرفتی دوربین های کارگزاری شده وقتی میپرسید این شخص که هست میگفتند میدیدی اسمی ازش نیست وقتی که به اون شرکتی که ایشون کار میکرد میرفتی میدیدی می, کرد می, رفتی می, می دیدی اصلا نام اون حذف شده و به همین ترتیب به این خاطر بود که من یه مقدار تحریک شدم که خب پیدا بکنم این شخصی که اینقدر دنبال این هستند که هموطنی که دنبال این هستند مخفی بشه که هست این شد که من وارد این موضوع آقای صادقی چجوری ببینیم میتونه علی محتمد هزار نفر باشه چجوری شد کلاهی سمدی کلاهی برای شما بله بله ببینید من انگیزه رو گفتم الان خدمت رو عرض کنم وقتی که من برای شناسایی شخص متوفا رفتم به خصوص که ایشون بر اساس اصابت گلوله جونش رو از دست داده بود و متوجه شدم کلیه کوشش ها بر این هست که هویت این شخص محو بشه از راههایی که امکان داشت کوشش کردم و خب میدونید هلند کشوری است که کم و بیش مواد مخدر هم در اون آزاد هست و باندهای مافیایی هم هستن که بعضی اوقات تصفیه حساب میکنن در همین اسنا بود که من متوجه شدم که شخص مورد نظر به انگام فوتش تعدادی از افراد هم در مراسم شرکت کردند و این شخص پیشینه فعالیت سیاسی و پیشینه عضویت و همراهی با مجاهدین خلق ایران داشته به این خاطر دیگه به طور مشخص مسئله فرق می کرد و مشخص شد که ترور به احتمال قریب به یقین ترور سیاسی می تونه باشه تعدادی افراد این شرکت کردن یعنی کیا شرکت کردن؟ از کسانی که هواداران سابق مجاهدین خلق ایران بودن بله بله در فقط یعنی در مراسم خاک سپاری وقت، فقط هواداران که... سابق مجاهدین خلق ایران یعنی کسایی که از سازمان مجاهدین آمدن بیرون اونها فقط در مراسم خاک سپاریش بودن؟ نه طبیعتا اعضای خانواده همکاران شغلیش و از بین جامعه ایرانی من اونجا نبودم فیلمی هم از اونجا ندارم ولی تحقیقاتی که به دست اومد نشون میده که تعداد قابل شمارشی از اعضای سابق سازمان مجاهد نخر اونجا بودن این نقطه شروع حرکت من بود تا من متوجه شدم که نام ایشون علی معتمد هست وقتی که من متوجه شدم نام ایشون علی معتمد هست خب قبل از این من خدمت شما عرض بکنم که برای پیدا کردن این هویت خب دردسرها زیاد بود شخص فوت شده اسمش در هیچ قبرستانی در اون منطقه نبود توسط قسالان چنین شخصی شناخته شده نبود و یا اگر کسی راجع به این شخص صحبت می کرد اونجایی که من به نظرم اومد قطعا در اون قصال ایشون تدفین شده رفتارش جور که نمیخواد راجع به این صحبت بکنه و حتی گل فروشی هایی که نزدیک محل دفن ایشون بودن پرهیز داده شده بودن از اینکه در این مورد صحبت بکنن در اون موقع بود که من و پلیس دیدار اولم به وقوع پیوست و به پلیس گفتم که من به دوم... یک ایرانی هستم، یک فعال سیاسی هستم و با توجه به این مواردی که اتفاق افتاده برام جذابیت داره که بدونم این چه شخصی است و اون گفت که ما نمیتونیم این اسم رو بگیم. این بود که من کوشش هایی رو اه اه کردم کوشش شد تا هویت علی معتمد شناخته شد برای من روشن شد و پس از اینکه هویت علی معتمد شناخته شد من اه اه آرام آرام قدم به قدم پیش رفتم تا رسیدم به محمد رضا کلاهی و متوجه شدم که ایشون محمد رضا کلاهی هست چه جوری متوجه شدین؟ سوال اصلی من همین محمد رضا کلاهی بودن اون ببین محمد بله محمد رضا بودن اون به سه شکل برای من روشن و مشخص شد یکی از طریق کنترل های سایبری که شد انجام بدی در مورد علی معتمد و اطرافیانش و موضوع دوم از طریق کسانی که اسمشون محفوظ هست و تایید می کردند که ایشون محمد رضا سمدی هست و مورد سوم هم در روند کار وقتی پیش رفت در گفتگوهایی که با پلیس و مقامات امنیتی به دست اومد این سه نکته ای بود که به طور مشخص برای من اثبات کرد که آقای صادقی من, من بی تردید به خاطر اینکه این پرونده در زیر پرونده سیاسی جنایی به نظر میاد باشه حالا ترور سیاسی یا هر چیزی ولی به دلیل اینکه قطعا نیروی پلیس امنیت هلند در این ماجرا آگاهی داره اطلاع داره و به هر دلیلی شما باهاشون در تماس بوده اید من انتظار ندارم که همه اطلاعاتتون رو الان به ما بگین و ولی اون چه که شما الان گفتین تو این سه مرحله ای که فرمودین سه, سه, چیز خیلی کلی بود هر چقدر رو میتونین در جزئیات بگین که روشن بشود برای من شنونده فرمایشات شما که چگونه بالاخره فهمیدین شما میگین که من فهمیدم که این آدم بسیار خوب منم بنا به اعتبار شما مطمئنم که شما به این دریافت رسیدین که این فرد سمدی کلاهی است خیلی خوب ولی بفرمایید که جزئیات که بیننده خلاصه این دریافت شما رو بتونه درک بکنه خواهش میکنم ببین ارزم به خدمت می می مشخص من سوال من بکنم ببینید اجازه, ف... اجازه بدین اجازه آقای صادق مشخص سوال ب... کنم. دو موضوع بله. هست بله. یکی بله. اینکه آیا با خانواده تماس گرفتین یا نه دو اینکه قبل از اینکه اصلا سراغ خانواده اش با دوستان بزنین من یکی یکی سوال بکنم با دوستان آقایی به نام علی معتمد که بعدا میفرمایید سمدی کلاهی هستن شما هیچ تماسی گرفتین و آیا از دوستان نزدیکش تونستین اطلاعاتی دریافت بکنین من به طور مستقیم با دوستان نزدیک ایشون صحبتی نکردم ولی یکی از افراد مورد وسوق با یکی از نزدیکان ایشون در کشور فرانسه صحبت کرده و ایشون تایید کرده که ایشون محمد رضا کلاهی هست یک دوم یکی از چهره های شناخته شده سیاسی ایرانی در کشور فرانسه در منزلی مهمان بوده به اون خونه تلفن شده و گفته محمد رضا کلاهی کشته شده سه وقتی که من با پلیس هلند صحبت کردم من به پلیس هلند گفتم این محمد رضا کلاهی هست اونها من گفتن که از شما از کجا میدونی که این محمد رضا کلاهی هست من به پلیس هلند بر اساس دو دلیل یکی وقتی که در سال 60 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به در کشور دنبال محمد رضا کلاهی میگرده در نامه ای می نویسه که کف پای محمد رزا کلاهی یک خال سیاه رنگی وجود داره این در اون نامه وجود داره و حتی در مصاحبه ای هم در سایت های اینترنتی فکر کنم قابل دسترس باشه من وقتی با پلیس اولان صحبت کردم من گفتم که آیا شما از جسد این شخص عکس گرفتید گفتن ما از هر کسی که کشته بشه عکس میگیریم بعدا مقام امنیتی هلند وقتی من به اونها گفتم شما از پای چپ ایشون هم عکس گرفتید گفتن بله مقام امنیتی هلند وقتی با من صحبت کرد به من گفت شما از کجا میدونستی که پای چپ اون یک خ... کف پای چپ اون یک خال داره این هم مورد سوم من فکر کنم که این مهمترین ها موضوع دلایلی باشه که ببینید یک سوال کوتاه دیگه شما با تونستین رو پیدا کنین رو پیدا کنین و با اعضای خانواده‌ش تونستین صحبت بکنین من خونه اون رو پیدا کردم فقط یک ملاقات کوتاه با فرزند ایشون داشتم که گفت که تمایل به صحبت نداره و بعدا پلیس به من چیز کرد توصیه کرد که اون طرف نرم وگرنه برای عدم مزاحمت حکم قضایی میگیره و هیچ وقت پلیس هلند به شما نگفت که چرا نمیخواد این ماجرا فاش بشه یا شما از پلیس هلند نخواستید که وقتی شما میدونید که این کلاهی سمدی است چرا فاش نمیکنید این موضوع رو و چرا اطلاعاتتون رو منتشر نمیکنید پلیس هلند به من هیچگاه نگفت که ایشون محمد رضا سمدی کلاهی هست. من در دیدارهایی که با مسئولین امنیتی هلند داشتم بحثمون روی این قضیه بود و آنها به طور مرتب به من توصیه میکردند که مداخله در این پرونده نداشته باشم. من به آنها دقیقا همین حرف رو می زدم. که وجود یک این... یک این گونه اتفاقی در یک کشوری افتاده است و این اتفاق میتونه فردا برای هر کسی بیفته که من حالا در ادامه اگر اجازه بدید توضیحات خواهم داد بر اینکه این قضیه چه شرایط جدیدی به وجود آورده بفرمایید و اونها به من توضیح نمیدن من فقط یه توضیح من ما چرا نمیگیم من فقط یک نکته رو اضافه بکنم در تایید سخن شما درباره خال کف پای چپ آ... سمدی کلاهی که سید مهدی دسفولی ب... من میگم مهدی برای اینکه به لاتین مهدی نوشته من خودم خیلی بدم میاد که اسم من که مهدیه کسی بهم بگه مهدی که ما به هر حال اینا رو ایرانیزه کردیم این کلمه هم خیلی با مزه البته خیلی کلمات عربی رو از جمله مهدی رو که مثلا مهدی عربی رو میگیم مهدی چون ما ایرانی هستیم باری سید مهدی دسفولی سردبیر سابق شفاف نیوز در گفتگویی که در شفاف نیوز منتشر کرده است و همین گفتگو در تاریخ ایرانی هم هست با فردی که معرفیش کرده علی رضا ناد علی از دوستان کلاهی عامل انفجار هفته تیره شست در اینجا مشخصات کلاهی را آقای نادعلی توصیف کرده که قدش چقدر بوده چجور اخلاق و رفتاری داشته و ضمنا یک خال کف پای چپش بوده است با این آقای نادعلی آقای رضا گلپور هم که از محققان امنیتی اطلاعاتی ایران هستند ایشون هم در گفتگویی کردن که در کتاب فصل 89 کتاب شنود اشباه که درباره مجاهدین انقلاب اسلامی است در اونجا منتشر شده با همین نادلی و حال این ماجرای خال کف پای چپ ظاهرا گرفتار کرده چی بود اون خال من به خال لب روی تو گرفتار شدم فلان آقای خمینی به یه جای دیگه گرفتار شده بود من به خال لب دوست بله ولی به خال کف پای چپ آقای کلاهی ظاهرا کم کم دارد پرونده های امنیتی جمهوری اسلامی و پشت پرده هاش گرفتار میشه. همین حالا ما داریم گوش میدیم یعنی این دو نشانه مشترک به هر حال بوده است در این آدمی که کشته شده و به نام تحقیقات آقای صادقی این دقیقا نشان میدهد که فرد کشته شده وقتی در کنار به هر حال موزاییکای دیگه یه تحقیقاتشون میذارن این است که آقای معتمدی که اعلام شده است ایشون سمدی کلاهی عامل انفجار هفته تیر شست بودن آقای صادقی خواهش میکنم ما داریم گوش میدیم بفرمایید ببینید من چهار تا چیز رو در این پرونده مد نظر قرار داده بودم یکی بود انگیزه که خدمت شما عرض کردم یکی هویت بود یکی شکل جدیدی از ارتباط بین آمرین و عاملین و چهارمی چیز سکوت و نقش دولت ها و مطلعین به هر صورت با توجه به این که من در کشور هلند زندگی می و یک پایه این قضیه سیستم امنیتی هلند پلیس هلند هست طبیعتا کوشش می بر اساس اونچه که اطلاعات دارم صحبت بکنم من نمیدونم که این قتل توسط چه کسی صورت گرفته است یا به دستور چه کسی صورت گرفته است اما من میدونم که این قتل توسط گروه های جنایتکار به عنوان عامل آ... انجام شده است یعنی مزدوران این کارو کردن اینجور نبوده است که مثلا از کشور سالسی دو نفر بلند بشن بیان و یک نفر رو ترور بکنن و این شکل جدید و بسیار خطرناکی است که بین گروه های جنایتکار و عاملین قاتلین سیاسی عاملین کسایی که میخوان فعالین سیاسی رو به قتل برسونن این ارتباط برقرار شده است این به نظر من شکل جدیدی است تلویزیون هلند در روز 9 نو... نوامبر اعلام کرده که بر اساس تحقیقاتش یک نفر که میشه گفت سورینامی هست با یک نفر از احل... یک نفر که میشه گفت شمال آفریقاست متهمینی هستند که در این قضیه دخالت داشتن به این خاطر اونچه که من فکر میکنم یک شکل جدیدی هست حداقل در هلند و در اروپا این که بین عامل کسی که امر کرده به انجام این کار و اون کسی که عمل کرده که یک گروه جنایتکار کار بوده یک ارتباطی برقرار شده که این ارتباط در گذشته برقرار نبود شاید دلیلش هم این هست که جریاناتی که میخوان مخالفانشون رو به قتل برسونن دیگه جریانات آرمانی و آرمانگرایی آرمانگرا نیستند دیگه آرمانگرایی برد نداره و با پول که بقایسی کار حل بشه یعنی میفرمایید اینجا یه دقیقه خواهیم. وقت داریم آقای صادقی خواهش کنم توی صحبتتون بگین آیا کسی هم به عنوان متهم دستگیر شده است اونجا پلیس هلند به شما چیزی گفته در این باره خواهش می‌کنم نه کسی نه کسی دستگیر نشده است کسی دستگیر نشد من فقط با توجه به اینکه یک دقیقه فرصت هست یک نکته رو می‌خوام بگم ببینید سمدی کلاهی کسی بوده که از مدت‌ها قبل مورد شناسایی سیستم های امنیتی ایران قرار گرفته بوده من از خانواده قربانیان هفته تیر از کمیسیون امنیت ملی مجلس میخوام که از مسئولین امنیتی کشور سوال بکنن این شخصی که در اختیار اونا بوده چرا شرایط بازداشتش رو باز نکردند چرا شرایطی فراهم نکردند که بشه این بزرگترین ترور در جمهوری اسلامی پروندهش باز بشه چه عاملی بوده چه دلایلی وجود داشته که نیروهای امنیتی کسی رو که سالها یا حتی ماها تحت نظر داشتن این رو دستگیر نکردند و میتونستند دستگیر بکنن این کوتاهی نیرو امنیتی من فکر میکنم بایستی هم توسط نهادهای مثل کمیسیون امنیت ملی هم توسط خانواده های کشته شدگان هفته تیر مورد پرسش قرار بگیره واقعی هفته تیر میشه گفت شکل نوی... یک چرخش عجیبی در حرکت انقلاب بهمن به وجود آورد و نهادهای امنیتی با کوتاهی در زمینه امر دستگیری محمد رضا کلاهی من فکر کنم این پرونده رو به طور کامل کوشش کردند که کور بشه سپاس گذارم ام... از شما آقای صادقی آقای مرتزا صادقی در هلند که در این برنامه شرکت کردین شبتون بخیر در هلند من فقط یه نکته رو میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که بنده مرتضای حرفم باید این رو اشاره بکنم که من سندی ندارم برای اثبات آنچه که گفته شد جز گزارشی که آقای مرتزا صادقی دادن از هشت ماه کار و تحقیق مستمر روی این قضیه و اشاره هم کردن حالا به کسانی که در ایران هستن بنده امیدوارم کسایی که در جریان مستقیم و غیر مستقیم این ماجرا هستن چه خانواده فردی که کشته شده ای آقای معتمد که آقای صادقی فرمودن که تحقیقاتشون ثابت میکنه که ایشون حالا کسانی هم نوشتن من عرض کردم سردویر سابقه شفاف نویزم که شفاف نوشته است که این سمدی کلاهی است که کشته شده است و به هر حال همین افراد پا به میدون بذارند، شفافتر بکنن موضوع رو و هم سازمان مجاهدین خلق درباره سرنوشت کلاهی سمدی اگر اطلاعاتی دارد روشنگری بکند ما از نظام مقدس که میدونیم که هیچ اطلاعات درستی منتشر نمیشه قربونتون برم میریم سراغ بخش بعدی برنامه خب دو ماه بعد از انفجار مقر رئیس به جمهوری اسلامی که سمدی کلاهی متهم به عاملیتش بود دفتر نخوص وزیری هم منفجر شد در تهران با محمد رضا باهنر و محمد, با هنر محمد علی رجایی که معروف از رئیس جمهور محبوب امام مال همون دوران طلایی امام اینا کشته میشن انفجار هشتم شهریور شست انفجار دفتر نخست وزیری در تهران بود که اتفاق افتاد تقیه محمدی از جمله دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی بود وی از نزدیکان بهزاد نووی و سعید حجاریان بود او پس از انتخاب رجایی به ریاست جمهوری توسط بهزاد نووی به اطلاعات دفتر نخست وزیری می رود تقیه محمدی بلافاصله فاصله پس از انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهری بر ماه سال 1360 و شهادت رجایی و باهنر به سفارت ایران در افغانستان فرستاده می شود پس از انفجار دفتر نخست وزیری از سوی امام خمینی کمیته متشکل از آیت الله قدوسی آیت الله ربانی املشی و اصدالله الله لاجوردی جهت پیگیری و شناسایی عوامل انفجار دفتر نخست وزیری تشکیل می شود. در جریان بررسی پرونده انفجار اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران تقی محمدی را به دلیل نزدیکی با مسعود کشمیری عامل انفجار دفتر نخست وزیری از کابل فراخوانده و بازداشت می کند تقی محمدی که در بازداشتگاه برای اعتراف اعلام آمادگی کرده بود ساعاتی بعد به طرز مشکوکی با کمربند حلقاویز می شود کارشناسان امنیتی دادستان انقلاب معتقد هستند اشخاص دیگری او را کشته و بعد حلق کردند با قتل مشکوک تقیی محمدی، خسرو تهرانی، محسن سازگارا و بیژن تاجیک از اعضای دفتر اطلاعات نخست وزیری نیز بازداشت می شوند. اما مدتی بعد تحت فشار بهزاد نبوی آزاد می شوند. تا این گونه شایعه دخالت بهزاد نبوی و سازمان مجاهدین انقلاب در انفجار دفتر نخست وزیری قوت بگیرد خب این فیلمی بود که معلومه که کدوم بخش و جناح جمهوری اسلامی درست کرد بود به هر حال مهم بود آوردنش در خدمت آقای محسن سازگارا هستیم در استودیو درود بر شما خوش آمدید آقای سازگارا عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای پلاتی و حمید عزیز و شما راتشتاره. که پرونده نفسگیری رو مطرح کردیم فرصت کم <applause> آقای سازگارا اجازه بدین من یک تیکه از مطفوعاتم بخونم در پیایند این گزارش که الان دیدیم مال جمهوری اسلامی که مطبوعات جمهوری اسلامی است که یه دفعه پاسخ بیان تا اونجا که میشود بفرمایید این برای نمونه خیلی رسانه نوشتن احتمالا بخشش رو اقل دیدین برای نمونه این خدمتون ارز میکنم که نوشته این سوال پیوسته از قول یک از مقامات جمهوری اسلامی این سوال پیوسته مطرح خواهد بود که عوامل نفوذی چگونه توانستند تا این سطح رسوخ کنند اندکی دقت نشان میدهد که وسعت اقدامات این گروه یعنی سازمان مجاهدین تا بدان پای است که از مجاهدین خلق منظور آنها مجاهدین انقلاب تا بدان پایه است که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری شهید میسازد یعنی از مسعود کشمیری بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم این اشتباه سهوا پدید آمده که تکه هایی را که به عنوان تکه های بدن کشمیری در یک کیسه پلاستیکی جمع شده با عنوان شهید کشمیری مطرح شود ولی جسد سالم برادر شهیدمان دفتریان تا 48 ساعت به عنوان یکی از شهدای حادثه اعلام نشود من یه توضیح کوتاهی بدم اینجا که یکی از چیزهایی که خیلی گیر میدن بهش در واقع کسایی که دنبال این قضیه هستن از جمله آقای گلپور که من اشاره کردم این است که در کتاب شونو و بقیه کسایی که به حال در این زمینه می و یقه دیگرانی که حالا صحبت می شود که به زندان هم افتادن حتی میگیرن اینه که شما میدانستید که جسد کشمیری مسعود کشمیری که بمب رو در دفتر نخست وزیر روزشته بود و رئیس جمهور نخست وزیر با هنر و رجایی اونجا کشته شدن کشمیری جزو مقتولان نبود و او رفته بود و شما همینجوری چند تا تیکه از جسدهای سوخته رو جمع کردین گذاشتین توی تابوت و گفتین این جسد کشمیری لا اله الا الله بردین دفنش کردین و این برای در واقع رد گم کردن و ایز گم کردن بوده حالا من اینو گفتم در واقع خودتون دستتون تو کار بوده حالا ادامه رو بخونم بعد بریم سراغ جناب آقای سازگارو شهید لاجوردی جزو افرادی بود که همباره اعتقاد داشت مجرم اصلی و کلیدی در پرونده هشت شهریور شخص بهزاد نبوی تیمه و تیم وی در دفتر اطلاعات نخست وزیری می باشد شهید لاجوردی برای اثبات این مدعا به شواهد و قرائن و سرنخهای خوبی هم رسیده بود لکن دستای پلیدی در آن زمان مانع از کشف حقایق و به دام افتادن عناصر اصلی یعنی طراحان ترور شهید رجایی و باهنر و هم دستان کشمیری گردید و با امهای برخی اسناد متقن که دال بر مجرمیت بهزاد نبوی بود در روند رسیدگی به پرونده اخلال ایجاد کردند در نتیجه امام با توجه به شرایط احساس کشور در سال 60 و شدت گرفتن درگیری های جمهوری اسلامی در دو جبهه داخلی یعنی گروهک ها و خارجی یعنی جنگ با عراق و همچنین پیچیدگی پرونده که میتوانست ابهامات بیشتری را به وجود آورد ادامه رسیدگی به این پرونده را در آن سالها به مسئله کلی نظام ندانست و آن را مخدومه اعلام کرد این پرونده و انفجار دفتر نو... انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی اون هفته داشت شدن فرقی که کشته شدن اینا پرونده هایی است که همچنان مسکوت مونده در دادسرای فکر می کنم انقلاب اسلامی خواهش میکنم بفهم خواهش می کنم والا این فیلمی که نشون دادین آدم یاد اون چیز میندازه که گفت بنویس الف نوش ب گفت بخون گفت جیم گفت سه تا غلط بشین 17 واقعا به سبک کم کیهان و بولتن سازی همینجوری همه رو با هم قاطی کردیم ببینید آقای مسعود کشمیری در ستاد خونسا کودتا که بعد از کودتای نوژه تشکیل شده بود و در اون هم اطلاعات نخست وزیری بود هم اطلاعات سپاه بود هم ارتش هم اینا یه ستاد درست کردن که هر خبری احتمالا با کودتاس بره اونجا اونجا کار میکرد ببینید قبل از چیز برای اینکه برای بیننده ها خیلی ها نمیدونم ماجرور و جوان هایی که اصلا نبودن بله یه جوری بگید که تاریخ ها رو همه بفهمند بفهمن. بفهمن سال 1359 59 بند و کلاهی عضو جمهوری اسلامی بود که عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی بلد. و کشمیری مول دفتر نخست وزیری بود بله بله و چیز قبل از اینکه وارد ماجرای کشمیر بشین آیا درباره کلاهی و انفجار حزب جمهوری اسلامی و این شدن پرونده او اونا شما هیچ صحبتی ندارین که ما بعد من والا هیچ اطلاع خاصی هم ندارم الا اینکه دو سه سال بعد از اون انفجار من موقع رئیس اتمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مسئول 140 تا کارخانه کشور بودم به اختزای کارم با آقای سرحدی زاده که وزیر کار بود هر از گاهی جلسه داشتیم یکی در این جلسات که نهاری هم با هم میخوردیم صحبت این پرونده ای انفجار نخست وزیری شد که آقای وردی درست کرده بود و دائما هم میگفت من بعد اینا رو دستگیر کنم یه چیزی توش هست آقای سردزادی به من گفت بعد از انفجار جمهوری چون عضو جمهوری بود اون موقعیشون من مسئول شدم رسیدگی کنم صحیح. و بعد از یه مدتی وقتی رسیدم به اینکه کلاهی عضو خود حزب بوده نفوذی بوده و مجاهدین خلقی هم در واقع کلاهی رو سر جمهوری گذاشتن دیگه به این نچرستم از این به بعد من هرچی برم جلوتر بقیه گیر میفتن دیگه حالا یه ضربه ای ما خوردیم دیگه و ایشون تو اون جلسه گفت دیگه رهاش کردیم موند و تسلیم مقامات امنیتی شد مثلا از یعنی حزب. گیر کسایی که کلاهی رو تو... بردن مثلا تو توی هزب. حزب ایشون میگفتش که بله همه گرفتار میشن آنچنان که به نظرم حق با ایشون بود برای اینکه در مورد مثال آقای کشمیری هم آقای کشمیری توی ستاد خونساسازی کودتا صاف رفته بود شده بود مسئول دیسپچینگ اطلاعاتی که میرسه یعنی هر اطلاعی میرسید ایشون میفهمید و به بقیه میداد یک دوستی داشت به نام آقای علی تهرانی که از دوره دانشگاه تهران قبل از انقلاب با هم در رشته مدیریت همشاگردی بودن و او نمیدونست که این مخفیانه عضو سازمان مجاهدین خلق هم شده خودش ابراز تمایل کرده بوده به آقای علی تهرانی که توی واحد ما معاونت سیاسی من معاونت سیاسی بودم نه امنیتی و واحد سیستان و بلوچستان کار میکرد آقای علی تهرانی ابراز علاقه کرده بود بیاد اینجا کار کنه. شما معاونت سیاسی کجا بودید؟ نخست وزیر. نخست وزیر. اون علی تهرانی هم منظور شیخ علی تهرانی نیست، علی اکبر تهرانی مثل این اسم علی بل. بله. بل. جوانی بود که فارغ التحصیل شده دانشگاه تهران بود. بسیار پسر خوب و فداکاری هم بود و ما کارمون این بود استان‌های بحرانی کشور کار عمرانی رو اونجا سازماندهی کنیم انجام بل. من خودم با آقای کشمیری صحبت کردم وقتی که قرار بیاد اون اول انقلاب خیلی گزینش و سختگیری نبود یه هر کی معرفی میکرد مورد اعتماد واقع میشون گفتش که ما تو ستاد و خونساسازی و کودتا با معلولا مبارزه میکنیم شما اینجا با علتا مبارزه میکنیم به نون مردم برسین آبشون زندگیشون من فکرم اینجا مفیدتر این توضیح برام منم قانه کننده بود رفت اول در اون واحد سیستان و بلوچستان کار کرد یک بار آقای محسن رضایی که فرمانده اطلاعات سپاه بود در حاشیه یک جلسه گریبان من گرفت که شما چرا آدمای اطلاعاتی و معتمد مثل کشمیری رو میبرینش تو کارهای غیر اطلاعاتی یعنی انقدر مورد اعتماد بود آقای کشمیری بلد. منم به جمهور خودش ابراز تمایل کرده الان اگر خودش بخواد برگرده من مشکل ند بعد از یه مدتی آقای کشمیری به درخواست آقای تهرانی خسرو تهرانی قمبری تهرانی که معاون اطلاعاتی امنیتی آقای رجایی بود به من گفتش که ما داریم شورای امنیت ملی کشور رو فعال میکنیم و چون مسعود و از ستاد خونسازی میشناسیم به سر دقیق و پیگیریه اگه میشه اینو بده گفتم من هیچ مشکلی ندارم یه گوشه واحد ما کار میکنه خودش هم ابراز علاقه ظاهرا کرده بود رفت توی معاونت اطلاعاتی امنیتی و دبیر شورای امنیت کشور که دیگم بنده ایشون ندیدم تا بعدها منفجر کردن اون کار رو انجام داد بعد از پرونده بعد از این انفجار هشت شهری بعد بلافاصله یه هیئتی در همون نخست وزیری تشکیل شد و در کمتر از 24 ساعت رسید به اینکه که عامل انفجار کشمری بود اون داستان جنازم آقای فلاحاتی ماجراش این بود که از ساعت 3 سو و 20 دقیقه که انفجار شد هیچ اصلا نمیدونست تو اون اتاق کی بوده چند نفر کشته شدن چند نفر زندان چند نفر مرده آقای دکتر رضایی که در اداری مالی بود مسئول شده بود تو اون شلوغ پلوغی رفته بود لیست پیدا کرده بود توی اتاق جنازه زخمی زنده دیده شده همه رو در برده بود شب گزارش کرده بود به چون دیگه همه تو دفتر آقای هاشمی رفسنجانی بودن که آقا اینا حاضرین جلسه بودن سه تا نیستن رجایی باهنر هنر کشمیری دو تام جنازه داریم که بعد شناسایی بشن فردا صبحش هم به سختی ظاهرا خانواده ها اینا رو آورده بودن و پرونده دندانپزشکی و غیره آقای باهنر رجایی جنازه شناسایی شد و همکاران آقای کشمیری از جمله من همکار سابق ایشون واقعا فکر می‌کردیم کشته شده و دلمون میسخت میسوخت یکی رفت توی مجلس به این دلیل فکر معنی کشته شده که دبیر قائم مقام دبیر شورای امنیت کشور بود فکر بله دیگه دبیر پیگیری کننده و اینا و حتما در... توی جلسه باید می بود و می اینا رو مینوشت بعد بعدم نه اینکه سوخته بودن همه برد. همه چی هم سوخته بود برد. تصور این بود که این بنده خدا هم سوخته شده و اون و اتاق به هم ریخته و همه چی سوخته بود نمیدونم همه وسایل آتیش گرفته و اینا لابد یه چیز جتی کایم مثلا چند تا جنازه تابوت از اونجا جمع شد شناخته و ناشناخته از توی اون به بیمارستان جهاد که نزدیک بود دو تا جنازه شناسایی شد که مال باهنر رجایی اونا رو کفن پیچ کرده بودن روی برانکارد آوردن چون تی کوچه کنار نخست وزیری میشد مجلس مجلس سنا که اون موقع مجلس شورا اونجا بود دوستان آقای کشمیری اون موقع فکر کردن رفتن تو مجلس از بعضی از علمای مجلس پرسیدن که آقا این بنده خودم سوخته اسم و هم نداره چی کار باید کنم؟ گفتن آقا یه متر در یه متر اونجایی که احتمال میدید که جای او باشه خاک را جمع کنیم بلخواه یه تیکه بدنش هست همینو میشه تیمم داد و دفت رفتن و اتفاقا آقای علی تهرانی چون او معرفش بود دلش هم بیشتر از همه سوخته بود بنده خدا اون جمع کرد خاکسترای روی کیسه اینم هم همراه این دوتا تا برانکارد رفت از روی تای کوچه و رو شونه مردم و رفت تو مجلس و رفت تشریش و رفت به زهرا و دفت 24 ساعت بعد اون کمیته ای که به ریاست آقای قنات ها در خود نخست وزیری تشکیل شده بود زیر نظر خسرو تهرانی به نتیجه رسید که کار آقای کشمیری بوده نه ماشینش اطراف نخست وزیری بود نه زن و بچهش توی شهر بودن و شنود گذاشته بودن رو تلفن خونهشون دیده بودن مادرش که اول گریه میکرد به چهار ساعت بعد دیگه میخنده بنابراین بیرش از یه جا بهش خبر دادن پسرت زنده است و بعد دیگه هیچ جستجوهای بیشتر دیگه هیچ هم ازش پیدا نشد نه کمربندی بلکه این چیزا باید میموند، نه انگشتری نه چیزی و قطعا به این نشین رسیدن که کار میری منتها گفتن اف نگیم حالا که دفنم شده و همه مردم هم فکر کردن کشمیری کشته شده بلکه یه جای خودشو نشون بده میشه احتمالا از کشور خارج شده بود اینجای پرونده که رسید آقای بهزاد نوی برخلاف این فیلمی که میگن آقای بهزاد نووی اصرار کرد گفت حالا که یه آدمی از داخل نخست وزیری بوده ما دیگه صلاحیت نداریم به این رسیدگی کنیم پرونده رو تحویل قوه قضاییه دادن اونها رسیدگی کن آقای اردبیلی هم که رئیس وقت قوه قضاییه بود یه بازپرسی رو گذاشت که آدم آقای زواری بود مم. کسی که رفیق نزدیک آقای لاجوردی بود و هیئت مؤتلفه‌ای بود و او شروع کرد معاون دادستان بود بله،, بله بله او شروع کرد اولا همه این بچه های خصوص دستگیر کرده. اینجوری نبود که دو سه نفر دستگیر کنه اصلا آقای املشی بعدا شد دادستان و بعد از چند ماه که اینو زندان بودن هیچ اتفاق نیفتاد گفت آقا اصلا یعنی چی خودش اومد رسیدگی کرد و آزادشون کرد الا علی تهرانی رو چون معرف کشمیری بود پرونده رو ماها اصرار داشتیم برای اینکه علی تهرانی آزاد شه و دادگستری بروکراسی داره پرونده بره دادگاه انقلاب سری رسیده ای کنه علی تهرانی هم آزاد بشه بنده خدا رفت پرونده دست آقای لاجوردی گوش رفت دستو گربه آقای لاجوردی شروع کرد رو این پرونده ساختن و بعدها من از آقای نبوی شندم میگفت اون اول انقلاب که ما ماجرای سازمان مجاید انقلاب اسلامی توبه نامه نوشتن آقای لاجوردی و دوستانشون در سال 56 در زندان رو نوشتیم چاپ کردیم اول انقلاب که اون ما هم نمیخواستیم ناخواسته چاپ مرحوم کچویی گفت اومد پیش من گفت حالا که شما این کاری کردیم ما خودمون رو مجاز میدونیم هر کاری رو با شما بکن این هم اضافه کنم یعنی واقعا پرونده انفجار نخواست وزیری از مواردی که آقای لاجوردی اگه دستش میرسید همه ما رو تیربارون هم میکرد زورش نمیرسید چرا؟ رقابت سیاسی امید. یه بار خسرو تهرانی که قبل از انقلاب در زندان با لاجوردی یه دوره با هم زندان بودن خودش میگفت من در هاشیه یه جلسه و موقع که لاجوردی پچ پچ همه جا میکرد که این پرونده یه چیزی توش هست هم جنازه سازی با. مشکوکه و من بعد اینا رو بگیرم معلوم بشه خسرو میگفت من یه جایی اینو کشیدم کنار لاجوردی گفتم سید بدون نمکی که با هم خوردیم زندان بودیم و کمر درد میکرد من نمیدونم پماد برات میمالیدم تو زندان تو واقعا اعتقاد داری من و نبوی و سازگارا و اینو اون زدیم رجایی و باهنر که نزدیکترین یاران اینا ما بودیم ما زدیم کشتیمش گفت تو چشم من نگاه کرد گفت نه گفتم اه اه پدر سیاست بسوزه پا چرا تو این کار میکنی همه جا داری میگی که اینا زدن کشتم من بدنا رو دستگیر کنم گفته بود شما ای بودیم بدتر میکرد میدونه از این چیزایی که تو ایران میگم مثل اینکه به بچه های چپ میگن اگه شما به قدرت دسته بودین بدتر میکردیم به همین انگار مجازن وقت بزنم بکشنشون به این پرونده آقای فلاحتی موند یه بار سال 63 من وقتی رئیس سازمان بودم و صبح اون نمیدونستیم چجوری شب میشه گسترش من و سازیستن ایران پشت میز کارم اومدن من دستگیر کردن بردن اوین البته فردا صبحش رفتم معرفی کردم اون بار منتها آقای لاجوری سرخود کرده بود آقای خمینی دخالت کرده بود که آقای محسودین رو اینجوری نمیشه برداریم ببریم که به ساعت آزاد شد تا سال 65 طول کشید سال 65 آقای موسوی خوینی ها شد دادستان کل ماها خدامون استاکم چون علی تهرانی هنوز در زندان بود و انفرادی بود ظاهرا به قدری همون رو شکنجه کرده بودن که بارها گفته بود هر چی میخواین من امضا میکنم اعدامم کن راحتم کن. محمد علی تهرانی علی اکبر تهرانی علی اکبر تهرانی چه کاره بود تو نخست وزیری تو واحد سیستان بلوچستان ما کار میکرد آه. ولی آه. دوست کشمیری بود او کشمیری آه. رو معرفی کرده بود از قبل از انقلاب تو دانشگاه میشناختش ولی نمیدونست که او بز مجاهدین خلق حالا دو ماجرای شهری و چی سال 65 رو بگین 65 های فلاحتی ماها همه داوطلبانه گفتیم که آقا حاضریم بریم زندان بخوابیم هر سوالی دارن بکنن یا علاج بعدی هم داستان نبود و تکلیف اینو معلوم کنیم نمیشه هی پیچ پچ اون بر اون ورد. چون از علی تهرانی هم یه صفحه باید. اعتراف گرفته بودن که من عضو من علی اکبر تهرانی عضو مجاهدین خلق بودم و به من گفته شده بود کشمیر رو ببر نخست وزیری نفوذ بده ما اونجا آدمایی داریم دستشو بگیرم بکشم بالا و هیچ چیز دیگه هم این پرونده نبود همین یه سفر آقای لاجوردی توضیح کرده بودیم این برون بعد بین مقامات ارشد کشور که من بدن رو بگیرم ما رفتیم 75 روز بنده و دیگران هم همینقدر توی اوین خوابیدیم هر سوالی داشتن کردن امروز روز ده دوازه به بعد میگه سوال چون تکراری شده بود و تقی محمدی من اصلا ایشون نمیشناختم مم. نایده بودم او هم از افغانستان اومده بود ظاهرا یک روز در سلولش مرده پیدا میشه به آقای حجاریان که بیرون بود اون موقع او رو دستگیر نکرده بودن و وزارت اطلاعات بود زنگ میزنن که بیا این خودشو کشته و آقای حجاریان نام که میگه وقتی من رفتم توی سلول این با کمربندش خودشو بسته بعد پاشو بالا نگه داشته به پشت میله یعنی هیچ کسی اینجوری خودشو نمیتونه میتونه بکشه یعنی پشتنش بعد پشتنش بعد آوزونش عوضون. کردن به دنبال این روزنامه رسالت که با آقای ارتباط داشت ورداشت، نوشت یکی از مهره و کلیدی خودش رو کشته مثل همین چیزی که الان گفتن گفته بود که میخوام اعتراف کنم و فرداش کشتنش رو در زندان آه. و اینها البته به قول حجاری میگفت اینا بارها این کارا رو کردن سر متهم میکوبن به دیوار توی با خود ما هم تندی میکن البته شکنجمون نمیکردن ولی انواع اقسام آزارها رو میکردن آخرم به همین دلیل گفتن اینا اعتراف نکردن چون ما اجازه نداشتیم اینا رو کتکشون بزنیم به هر اینجا که شد اون چاپ شد رادیوی بی بی سی هم این خبر رو نقل کرد بعد 50 60 نفر از مقامات اون روز کشور دوستان ماها بودن وزیر بودن عضو دولت آقای موسوی بودن نامه با آقای خمینی نوشتن که آمان نگران جون بقیه ای تو هم. آقای خمینی صدا میکنه آقای خوینی ها با اردبیل رئیس قوه قضاییه وقت و, و آقای رئیسی که اون موقع انقلاب شده بود میگه این پرونده چیه آقای خمینی ها توضیح میده میگه آقا این چیزایی که اینا میگن من نشستم خوندم بازجویی رو اگه قرار بشه کسی رو دستگیر کنیم اول همین بعد آقای مهدوی کنی رو دستگیر کنیم برای اینکه اون روز وزیر کشور بوده به جلسه نرفته گفته خوابم بود و بعدم شده نخست وزیر اینا رو کشتن برای خمینی دستور داده یک کپیش هم آقای خمینی ها به منم به همه ماها داده اونجا میگه که ما از اول میدونستم تو این پرونده چیزی نیست یکی در فقط میخواستن از دور خارج کنن و دستور بدید فورا آزاد شن اونهایی هم که این پرونده رو درست کردن پرونده جون بدیم من شخصا رسیدم کام شعبه هفت اوین که هیچ وقت اینو با آقای خمینی ندادن و تا جمهوری اسلامی هست این پرونده باید بسته بشه ولی هر چند وقت یاد فای می کشنش بیرون اخیرا کتابم چاپ کردن نه ببینید من نمیدونم وقت پخش پرده آخر داریم یا نداریم نداریم من از شما بینندگان بسیار معذرت می‌خوام که وقت پخش این ایواما. پرده آخره این برنامه رو نداریم آقای سازگارا خیلی خیلی ممنونم از شما ممنون من فقط اشاره بکنم که این در واقع توضیح مقدماتی آقای سازگارا بود در این باره این صحبت ادامه خواهد داشت من نمیدونم کی حالا هفته آینده که راستی بنده در سفر خواهم بود و یکی از برنامه های پربیننده قبلی قبلا پخش شده یه صفحه آخر رو پخش خواهیم کرد امیدوارم که شما جز اون بیننده ها نبوده باشیم در دست اول باشو ببینید و بعد این برنامه ادامه خواهد داشت درباره کلاهی و کشمیری شب و روزگار خوش